اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا العبد المعید و الرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب اله العالم ابو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما مولانا و مقتدانا و صاحبنا و امام زماننا الکهف الحسین و قیاث المزتر المستکین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و اللعنت الدائمت العبدیه علی مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و مدعی شؤونهم و مناصبهم من الان الى قیام یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله كإن محرم آخرين محرم دوري غيبة إمام عصر أرواحنا له الفدا بشه توفيق تشرف وپای پیاده در اربعین محضر سید الشهدا سلام الله علیه رو پیدا کنیم به برکت دعای امام عصر ارواحنا له الفدا. عرض کردیم خداوند متعال در این دنیا انسان رو برای امتحان شدن و امتحان دادن آورد، معلوم بشه اون هدفی رو که از خلقت خداوند متعال بیان میکنه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آیا به اون درجه رسیدن یا نرسیدن. صفر و صدی هم نیست، اینطور نیست که یک کسی به اون درجه بالای عبودیت رسیده باشه و یک کسی هیچ بهره ای از عبودیت نبرده باشه. نه خیر، بلکه ایمان و عبودیت درجاتی داره که در همین امتحان ها معلوم میشه هر کسی چه مقداری به این کمال نائل آمده، تا چه درجه ای پیش رفته. و مرحله بالای عبودیت اون مراحلی است که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت بهش رسیدن و مردم هم تلاش میکنن که در این راه پیشرفت بکنن. اما از کجا معلوم بشه که هر کسی چه مقدار در این درجه و در این مرحله بالا رفته؟ باید همین امتحانها رو پشت سر گذاشت. ایمان به این مقداری که کسی به زبان بگه بله من ایمان آوردم، خدا رو قبول دارم و پیرو اهل بیت یا پیرو پیغمبران هستم کفایت نمی کن. باید این آزمونها روشن بکنه که در مقام عمل هر کسی چه مقدار پایبند به این سخنان و ادعاها هم هست. عرض کردیم خداوند متعال مواردی رو به عنوان مواد امتحانی معرفی میکنه در قرآن. ولنبلونکم، اولا این خود این کلمه سه تا تأکید توشه، حتماً 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 به این معنا ما شما رو می آزماییم. لام لام تأکیده، نون تأکید شدیده داره و هر کدوم اینها یک تأکیده در حقیقت. سه تا حتما خدا آورده برای اینکه اعلام بکنه که ما شما رو حتما مورد آزمون قرار میدیم. بعد یه جایی هم خداوند متعال در آیه دوم سوره عنکبوت، اینا که عرض کردیم جلسات قبل، تأکید میکنه این امتحان ها برای امتهای قبل بود، برای شما هم هست. اینطور نیست که فقط شما اینطور باشید یا فقط قدیمی ها باشن ما از شما بردیم، نه، برای همه هست. همه مردم باید آزمون و امتحان پس بدن. مواد امتحانی، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ما در این پنج مورد شما رو زیر نظر داریم، ببینید چی کار میکنید. اونجایی که ترسی از چیزی پیش میاد، ببینیم در همین مسیر میمونید. وقتی که خوف گرسنگیه، وقتی که بلایی
به جان شما وارد میشه، عزیزی رو از دست میدید، یا دچار بیماری میشید، یا اون ثمراتی رو که توقع داشتید اونها از دستتون میره و بهش نمیرسید، ببینیم بازم همونطور که ادعا میکردید با خدا هستید یا از خدا میبرید. و نکته دیگه ای که عرض کردیم این بود که این امتحان ها و آزمون ها فقط مربوط به مردم عادی نیست، چون بعضی اعتراضشون اینه که خب خدا ما رو امتحان میکنه ولی اهل بیت ولی پیغمبران ندیه، این از هم اولی که آمدن دیگه یه جوری زندگی کردن که معلوم بوده که اینا تحت نظارتن و آزمون و خطایی و اشتباهی مثلا در زندگی اونها امکان نداشته رخ بده. نه خیر، اینطور نیست. عرض کردیم سخت‌ترین آزمون ها اتفاقا شدیدترین امتحان ها امتحان هایی که پیغمبرها و ائمه اوصیاء پیغمبرها مخصوصا پیغمبر خاتم دچار شدند. شما سیره اهل بیت، تاریخ زندگی اهل بیت و تاریخ زندگی خود پیغمبر رو که نگاه بکنید ببینید که شدیدترین آزمون ها و امتحان ها رو اونها پشت سر گذاشتن و همه این مواردی رو که شما در این آیه شریفه ملاحظه کردید، هم خوف، هم جوع، هم نقص اموال و انفس و ثمرات، همه اینها برای اهل بیت هم بوده و اینطور نیست که اهل بیت. عرض کردیم که حالا باید چیکار کنیم؟ مایی که قصدمون اینه که از این امتحان ها موفق بیرون بیایم چیکار باید بکنیم؟ راهکار اولش با توجه به آیه‌ای که روز گذشته عرض کردم این بود: قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری میخواید انجام بدید حواستون باشه خدا و پیغمبر و اهل بیت دارن میبینن. در تفسیر آیه روایت یکی دوتا نیست، مربوط به ائمه است، امام هر دوره ای، اون مؤمنونی که در آیه هست. پس هر کسی هر کاری رو داره انجام میده، سه تا شاهد و سه تا ناظر هست: یک خدا، دوم پیغمبر و اهل بیت. امروز امام عصر ارواحنا له الفدا شاهد و ناظر همه اعمال همه بندگان هست. توجه به این نکته که من بالاخره در محضر خدا و محضر پیغمبر و امام دارم کار انجام میدم، اگه کسی به این نکته توجه داشته باشه خیلی میتونه در دادن این امتحان موفق باشه. مثل این که شما ببینید وقتی یک کسی تو یک مثلا مغازه‌ای تنهاست، صاحب مغازه بیرون، خب دور و برش هم پر از اجناسه، خیلی راحت میتونه دون از اینا رو برداره بذاره تو جیبش. اما اگر حواسش به این باشه که دوربین مداربسته اون گوشه حرکات و رفتار او رو زیر نظر داره، دست از پا خطا نمیکنه. حالا این دوربین مداربسته که چیزی نیست، مثلا اون حدیثی که دیروز عرض کردم، حضرت فرمودن خب اگه بچه وارد بشه بازم گناه میکنی؟ گفت نه آقا، گناه رو دیگه جلوی بچه روم نمیشه انجام بدم. حضرت فرمودن خب برای خدا همین مقدار به تعبیر ما ارزش قائل باش، خدا رو شاهد و ناظر ببین، از این دوربینه خیلی بیشتر کار میکنه. پیغمبر رو شاهد و ناظر ببین، امروز امام زمان سلام الله علیه رو ناظر ببین، بیشتر کار میکنه و به حالت سود داره. یکی از راهکارها توجه به نظارت خداوند متعال و پیغمبر و اهل بیت، امروز امام زمان سلام الله علیه. نکته دوم چیه؟ اگه ما میخوایم امتحاناتمون رو در این دنیا خوب بدیم، یه راهکار عملی خداوند متعال معرفی میکنه در قرآن با بیانهای مختلف. من یه مقدمه ای رو عرض کنم برای بیان این راهکار. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودن که در آخرت در جهنم بیشترین ناله ای که مردم میکنن از تسویف، تسویف به معنای صوفه صوفه کردن، میگیم سین و صوفه اگر قبل از فعل بیاد به این معناست که من این کار رو به زودی انجام میدم. صوفه صوفه کردن یعنی این که بله این کار رو چشمم فردا حتما انجام میدم. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن که بیشترین ناله اهل جهنم
از همینه که هی کارهایی رو که باید انجام میدادن به تأخیر انداختن، گفتن فردا انجام میدیم، پس فردا انجام میدیم. دولف ابن ابی دولف میگه که با امیر المومنین سلام الله علیه وقتی آمدن در مدائن همراه عده‌ای از مردم و اهالی مدائن آمدیم برای بازدید این قصرها و این کاخهایی که از حکومت یزدگرد باقی مونده بود. خب میدونید دیگه پیروان خلیفه دوم وقتی حمله کردن و ایران رو تصرف کردند، خب از قبلش که هیچ تبلیغی در مورد دین نشده بود، دعوتی نشده بود. بله پیغمبر زمان خسرو پرویز نامه نوشتن، دعوت کردن، اون نپذیرفت، ولی باز حمله ای در کار نبود. اینا هیچ دعوتی هم نکردن، هیچ تبلیغی هم نکردن، ابتدا به ساکن یک حمله ای کردن، اونم با همه اون جنایاتی که انجام دادن. انقدر جنایت کردن پیروان خلیفه دوم در فتح ایران که از کتب خدا عامه اگر کسی در بیاره فراوونه. اینجا نمیخوام این بحث رو بکنم و الا حرف زیاده میدونم. خب یکی از کارهایی که کردن این تخریب ها، و خیلی ها هدفشون همین غارت کردن و به دست آوردن غنیمت بود برای رضای خدا واقعا، که بله دین گسترش پیدا بکنه. اگر حمله کرده بودن لااقل یه تبلیغی میکردن، دعوت به اسلام میکردن اگر پذیرفته نمیشد بعد حمله و این همه جنایت. حالا کاری نداریم. یکی از کارهاشون، از نشانه های این که هدفشون واقعا تبلیغ اسلام نبود، خیلی هاشون، شاید بین اینها تک و توک هم، ولی شایده غالب همون روحیه و همون اقدامی که مد نظر خلیفه بود رو انجام دادن، به دست آوردن غنیمت و کشورگشایی. هیچ دغدغه اسلام نداشتن. وقتی به این قبرها، قبور پادشاهان ایرانی وقتی میرسیدن، بعضا به این توهم که ممکنه در این قبور مثلا جواهراتی باشه، اشیایی باشه، ارزشمند باشه، بعضی از قبور رو هم میشکافتن تا اون مثلا طلاها یا جواهرات رو به دست بیارن و به غنیمت ببرن. خب باقی مونده پیکر پادشاهان رو هم بعضا اینا در میوردن. قبل وقتی نبش میشد، تخریب میشد، دولف ابن ابی دولف میگه که همراه با امیر المومنین سلام الله علیه که حالا آمدن مدائن، با یه عده از اهل مدائن آمدیم برای اینکه این قصرها رو و این کاخها رو، اینها رو ببینیم. امیر المومنین سلام الله علیه از همون اول، حالا من سالها اینجا زندگی کردم، تو این شهر، تو این قصر رفت و آمد داشتم، امیر المومنین سلام الله علیه از بعد و ورودشون شروع کردن توضیح دادن که اینجا مثلا فلان شی بود، اینجا فلان شخص مثلا وای میستاد. یه طوری توضیح دادن که انه سالها امیر المومنین سلام الله علیه، سلام علیکم و رحمت الله و الله عرض ارادت، سالها امیر المومنین سلام الله علیه اینجا انگار زندگی کردن و این خیلی عجیب بود برا من که اینقدر حضرت اطلاع دارن از جزئی ترین مثلا برنامه های این قصر. و یه قسمتی همجور که تو این کنگره ها و تو این فضای قصر میگشتیم و مردم هم دنبال، حالا امیر المومنین دوره خلافتشونه، مردم دنبال خلیفه را افتادن، یه جایی جمجمه ای افتاده بود و این جمجمه امیر المومنین سلام الله علیه به اون قدرت الهی و به کرامت الهی شروع کردن صحبت کردن و دعا به تستن. حضرت دستور دادن ظرفی رو آوردن، این جمجمه رو گذاشتن تو، شروع کردن باش صحبت کردن. این البته فراوون اتفاق افتاده. در همین جا وقتی لحظات آخر عمر جناب سلمان فارسی فرا رسید، حضرت بهش فرموده بودن، پیغمبرش فرموده بودن که، یا امیرالمومنین بهش فرموده بودن که برو در قبرستان و صدا بزن اموات رو، کسی با تو از این اموات، از این کسانی که اونجا دفنه باد صحبت کنه. خب میگم اینجا این اتفاق افتاده، جاهای دیگه هم فراوون، یه چیز عجیبی نیست. حالا یه وقتی کسی تعجب بکنه، حضرت شروع کردن باش حرف زدن جلو مردم، تو کی هستی، من کی هستم،
امیرالمومنین سلام الله علیه رو معرفی کرد به عنوان خلیفت اللهی و وصی پیغمبر بودن، خودش رو هم معرفی کرد، گفت من انوشیروانم، پادشاه ایران، یه دوره ای من اینجا پادشاه بودم. حضرت فرمودن که خب احوالت اون طرف چه خبر؟ گفت من اینجا در آتشم ولی آتش به من آسیب نمیزن، تو جهنم هستم ولی معذب نیستم. چرا معذب نیستی؟ عرض کرد یا امیرالمومنین، من در سالهایی که حاکم بودم در ایران همه همم بر این بود که تحت مدیریت من کسی مورد ظلم قرار نگیره، به کسی ظلم نشه. جالبه این از انوشیروان با این خصوصیت که همه همم در برقراری عدالت بود. از جمله وقتی خبرم به من رسید که دین جدیدی و بالاخره خداپرستی و توجه به معبود، خبرش به من رسید و من چیزی که شنیدم اخبار خوبی بود که بله اینایی که خداپرستن و الله رو میپرستن مثلا دستوراتشون اینه، احترام به پدر و مادر، نمیدونم پرهیز از پرستش بت‌ها، چیزای خوبی آمد به نظرم که بالاخره دین خوبیه. و تو ذهنم هم این بود که یه مجالی پیدا کردم، یه فرصت فراغتی که پیدا کردم، بالاخره یه کسی رو پیدا کنم این آموزه ها رو به من یاد بده و من موحد بشم. و این فرصت پیش نیامد، یعنی من مجالی که فراغ بال داشته باشم و بخوام تحقیق بکنم درست حسابی پیش نیامد. و قبل از این که ایمان بیارم از دنیا رفتم. یه وقتی چشم باز کردم دم ملک الموت وایساده بالا سلامو، میگه وقت تمام. اینجا چون هم من برقراری عدالت بود، معذب نیستم ولی همش آرزو میکنم که کاش که یه روز وقت خالی کرده بودم برای تحقیق و موحد میشدم، ایمان میوردم، خدا پرست میشدم تا اینجا بهشت رو به دست بیارم. یکی از مواردیه که حالا نشون دادن اهل بیت. اینا درسه، بنا نبود اهل بیت زندگیشون اینطوری بگذره که همش با کرامت و با معجزه و این حرفا، ولی یه وقتایی برای اتمام حجت کردن، برای نشون دادن به مردم. الغرض امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن بیشترین ناله اهل جهنم از همین تسویفه، اینکه کار رو چرا تأخیر انداختیم، کاش زودتر انجام میدادیم، کاش زودتر رفته بودیم حلالیت طلبیده بودیم، کاش زودتر رفته بودیم بدهی مردم رو داده بودیم، کاش زودتر وصیت ناممون رو نوشته بودیم. ما نمیدونستیم یه دفعه این میخواد ملک الموت بدون هماهنگی بیاد، با کسی وعده نکردن که از قبلش به شما خبر میدیم. نه خیر، حرفا نیست. بله یه وقتایی هم اینطور میشه، خدا انشالله همه مریض ها رو شفا بده. دیشب رفتیم به عیادت مریضی، خب از مثلا یک ماه قبلش گفتن آقا دو سه ماه دیگه مثلا بیشتر نمیمونی، یکی یکی به هر کسی که میشناسه مثلا خبر بگیره، زنگ بزنه بگه آقا بیا و حلالیت به طلبه از همسایه ها، از فامیل، از بستگان. اما همه اینطور نیستن، خدا به همه این وقت رو نمیده، این فرصت رو نمیده. یه وقتی مرگ ناگهانی میاد، غالبش هم همینطوره. پس آدم زود کار رو انجام بده. اون راهکاری که عرض کردم خداوند متعال برای موفق شدن در امتحانات دنیا معرفی میکنه در قرآن اینه: و سارعوا الی مغفرة من ربکم. زود کاری رو که قرار انجام بدید که مغفرت و رحمت و بخشش رو از خداوند متعال بگیرید، زود انجام بدید. اگه وقتی زیارت کربلا به شما پیشنهاد میشه، زمینش کسی پیشنهاد میکنه آی دو روز تعطیلی بیا بریم، زود انجام بده، تأخیرش ننداز. این پارسال اربعین پارسال به کسی گفتم، گفت حالا الان شاید نشه سال، گفتم آقا راه کربلا معلوم نیست اوضاعش چطوره، در طول تاریخ هیچ وقت کامل باز نبوده، ای چند وقت باز بوده، بسته می شده، مشکلات پیش می آمده، زود انجام بده که بعد حسرت نخوری. یا حالا مثل الان نزدیک یک سال این مسیر اینطور شده، زود انجام بده. مجلس روزه ابی عبدالله سلام الله علیه، زود برو،
حالا امشب نه فردا انشالله شرکت میکنم، نه اگر زمینه حج مستطیع شدی همون سال اول این کار رو انجام بده، این چیزایی که باعث مغفرت خداوندم. فاستبق الخیرات، خدای جایی تأکید رو بیشتر میکنه، میگه که مسابقه بدید با هم دیگه، از هم دیگه جلو بزنید، نه اینکه فقط زود انجام بدید. و سار او الی مغفرت من ربکم، یعنی با عجله با سرعت اون کار رو انجام بدید، تأخیر نندازید، تسویف نکنید. حضرت در دعای ابو حمزه میفرماید قد افنیتو به تسویف ول آمال عمری، عمرم رو گذروندم، یاد ما دارن میدن اهل بیت، عمرم رو با این آرزوها گذروندم که خب حالا انشالله این مشکل حل بشه، اینطور بشه، اونطور بشه، دیگه کم کم میخوام زیارت عاشورای هر روزه رو شروع بکنم، یه من هر روز انشالله میخوام زیارت عاشورا بخوام، حالا این برنامه حل بشه، چشم من شروع میکنم انشالله، حالا این گرفتاریم حل بشه، دیگه بنا دارم هر روز یه حدیث بخونم، یه کتاب حدیثی بردارم، یه دونه حدیث از سفارشات اهل بیت رو بخونم، رساله توضیح المسائل رو میخوام کم کم شروع بکنم دیگه انشالله، شروع کنم روزی مثلا دو تا سه تا مسئله مسائلم یاد بگیرم. یه وقتی میره یک عمری از انسان میگذره، 50 سال 60 سال میگذره، اینه هنوز شروع نکرد، هنوز این رساله ای رو که میخواست بخونه احکامش یاد بگیره شروع نکرد، میخواست روزی یه حدیث بخونه ارتباطش با حدیث و کلام اهل بیت حفظ بشه، هنوز شروع نکرد. بناش وقتی نوجوان بود با یه منبری مثلا شنید که آقا اگه کسی روزی 50 تا آیه لااقل بخونه اسمش رو جزء غافلین نمی نویسن، تصمیم گرفت گفت خدای من دیگه این امتحان مثلا این هفتمو بدم، دیگه شروع میکنم روزی 50 تا آیه لااقل، روزی دو صفحه قرآن میخونم. یهو نگاه میکنه 30 سال گذشته هنوز شروع نکرده. زود انسان باید همین امروز انجام بده کار امروزش و وظیفه امروزش رو، نذاره برای آینده. این راهکاریه که خدا علیزا اگه کسی این مدلی زندگی کرد هیچ وقت حسرت نمیخوره که کارو باید در جوانی انجام میدادم نشد، این نه، هر کاری رو که امروز فهمید که وظیفه‌شه همین امروز انجام بده، از همین الان باید شروع بکنه، شروع کنه، تأخیر نندازه. این آدم اگر هر وقت ملک الموت سراغش آمد التماس نمیکنه که من وقت بده، فلان کارا رو میخواستم انجام بدم، من چند ماه میخوام وصیت نامه بنویسم، بدهیامو توش بنویسم، امانتای مردم که دستمه بنویسم، اینا رو انجام بدم، اما نشده انجام بدم. پس راهکاری که خداوند متعال برای موفق شدن در امتحانات این دنیا معرفی میکنه همینه که کار خیر رو زود انجام بدیم. اگه تأخیر انداختی وقت ممکنه خیرش از دستت بره. دیدی وقتی توی هیئتی اعلام کار میگن آقا مثلا برای فلان برنامه اینقدر بانی میخوایم، اینقدر پول نیاز داریم بانی، نشینم تا مثلا دیگران بدن، اگر چیزی کم آمد باز من دست کنم تو جیبم، نه، اولین نفر بلنشم این کار رو انجام بدم. سرعت دادن به کار خیر باعث شه هم حسرت نخوری که چرا از دستم رفت، هم بقیه وقتی به تو نگاه میکنن این کار رو انجام میدن ثوابش پای شما هم نوشته میشه. پس این راهکار برای موفق شدن در امتحانات این دنیا، زود کار خیر رو انجام بدیم، تأخیر در کار خیر نندازیم. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. یکی از کارهای خیری که زود باید انجام بشه و فوریت درشه دفن میت. کسی از دنیا میره، مؤمنی از دنیا میره، میگن زود این کار رو انجام بدید، واجب کفایی هم هست بر همه مردم، واجبه وقتی کسی از دنیا میره او رو دفن بکنن و تأخیر نندازن، جسارت و توهین به جنازه مؤمن نشه. میگن فقط یک استثناء داره، میگن اگر احترامش و عزتش به اینه که مثلا یک روز صبر بکنی تا مردم جمع بشن از اطراف بیان برای تشییع جنازه، خب یکی دو روز رو تأخیر اشکال نداره، ولی اگر این نیست، زود دفن کردنش سفارش شده و این که تأخیر بیفته در دفن جسارت به بدن مؤمنه، این در سفارشات و روایات اهل بیت هست. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بدن مطهر حجت خدا سلام الله علیه رو
دفن که نکردن هیچی، اون مردمی که ادعا میکردن ما پیرو و پیغمبریم، ما از امت پیغمبریم. زین العابدین سلام الله علیه، امشب شب شهادت زین العابدینه. با دیدن این منظره زینب کبرا سلام الله علیها نگاه کردید حال امام سجاد منقلب و حالتی داره که انه الان قالب توهی میکنه. با عجله خودشو رسوند به زین العابدین سلام الله علیه. مالی اراک تجود و به نفس که یا بقیت المازین، چه میکنی با خودت یادگار برادرم؟ با تعجب نشون داد این صحنه رو به عمه جانش که عمه نگاه کن ببین اینها بدنهای کشتهای خودشون رو دفن کردن، اما بدن پدر من بدون غسل زیر آفتاب گرم کربلا همینطور رو خاک رها شده. اینها که انه ما رو مسلمون هم نمیدونن. مصیبت زین العابدین سلام الله علیه. السلام علی من دفنه اهل القرى، هر کسی از دنیا میره، عالمی اگر از دنیا میره، علما جمع میشن او رو دفن میکنن، بزرگترها جمع میشن امورش رو انجام میدن، اما حجت خدا امام معصوم رو نیومدن، رها کردن، یه مشتهاتی جمع شدن. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.